سلام، مهسا رضایی هستم و امروز قراره در مورد درد گیر افتادگی شونه یا همون ایمپینجمنت شونه باهاتون صحبت کنم. چرا که حدود 50% کسایی که درد شونه دارن دچار این مشکل ایمپینجمنت شونه هستن. این افراد تو انجام دادن حرکتایی که دست باید بالای سر قرار بگیره احساس درد میکنن و معمولا تو بازه 60 تا 120 درجه بیشترین احساس درد رو دارن، یا حتی ممکنه تو حرکتایی مثل پرس سینه هم احساس درد بکنن. توی این ویدیو اول به صورت آناتومیکی وضعیت شونه و ایمپینجمنت رو براتون توضیح میدم که اول مشکل رو بشناسید تا توی ویدیوی بعدی قدم به قدم با هم مشکلات رو حل کنید. پس اگه هنوز منو سابسکرایب ندارید اول برید روی اون زنگوله قرمز کلیک کنید که ویدیوی بعدی ما از دست ندید. مفصل شونه یکی از پیچیده ترین و متحرک ترین مفصله بدنه. هر باری که شما مثلا حرکت پرس سر شونه می زنید، سیستم پیچیده ای از عضلات، استخونها، لیگامنت ها و ربات ها باید کاملا هماهنگ با همدیگه کار کنن تا مفصل ایمن بمونه و با خرابی یه قطعه کوچیک حرکت هماهنگ و منظم شونه می تونه از مسیر درستش خارج بشه. وقتی به آناتومی شونه نگاه کنیم میبینیم که فضای زیادی بین مفصل شونه و استخون آکرومیون وجود نداره، در حالی که بافتای زیادی از این بین رد میشن و با هر خرابی تو سیستم ممکنه این بافتا توسط استخون آکرومیون گاز گرفته بشن و یا اگه استخون بازو هم به درستی توی حفره خودش حرکت نکنه میتونه بافتای اطرافش رو گاز بگیره و تکرار این گاز گرفتگی تو مرور زمان باعث التهاب بافت ها و احساس درد در قسمت جلوی یا پشتی سرشونتون میشه. بیاین ببینیم که چه دلایلی میتونه باعث خرابی توی سیستم و در نتیجه گیر افتادگی بافت ها یا همون ایمپینجمنت بشه. یکی از این دلایل میتونه آناتومی استخون اکرومیون باشه. این استخون تو اکثر آدم‌ها صافه یا یه منحنی کوچیکی داره، اما برای بعضیا منحنی بیشتری پیدا کرده و شکل گیره شده که این باعث میشه موقع حرکت دست فضای خالی کمتری برای بافتا به وجود بیاد و احتمال گیر افتادگی و گاز گرفته شدن بیشتر بشه. وقتی فرد اصرار به ادامه فشار تو پوزیشن دردناک رو داره، این گاز گرفتگی‌ها باعث تورم بافتا و کمتر شدن فضا میشن. فضای کمتر هم باعث گاز گرفتگی بیشتر میشه که در طول زمان میتونه حتی منجر به پارگی بافتا هم بشه. یکی دیگه از دلایل میتونه عدم بالانس و هماهنگی بین عضلات بزرگ و عضلات تثبیت کننده شونه باشه. مثلا وقتی عضلات چرخاننده کتفمون یا همون روتاتور کافا تمرین نکرده و ضعیف موندن، در حالی که شما عضله سینه و سرشونه قوی دارید، عدم بالانس عضلانی باعث میشه که عضلات بزرگتر به کتف غلبه کنن و این به استخون بازو اجازه میده تا بیش از حد از مرکز حفره مفصل حرکت کنه و بافتای کوچیکی که بالاش هستن رو گاز بگیره. و یا همینطور عضلات خشک و سفت و نداشتن موبیلیتی کافی تو مفصل شونه تو تمریناتی که دست باید بالای سر قرار بگیره میتونه باعث ایمپینجمنت در شونمون بشه. به طور مثال وقتی ما دستمون رو بالا میبریم نیاز به چرخش خارجی استخون بازو هست و عضله لت باعث چرخش داخلی استخون بازو میشه. اگه این عضله سفت و خشک باشه اجازه نمیده که بازو چرخش خارجی خودش رو به اندازه کافی داشته باشه و احتمال گاز گرفتگی بافت ها با استخون اکرومیون بالا میره. و یا همینطور افرادی که کایفوز یا پشت گرد دارن و نمیتونن موقع بالا بردن دستشون ستون فقراتشون رو کامل باز کنن، این پشت گرد حرکت استخون کتف رو محدود میکنه و دوباره باعث میشه که استخون بازو بیش از حد در مفصل جابجا بشه و موجب گاز گرفتگی بافتای این بین میشه. خب حالا که مشکل متوجه شدیم، وقتی اینه که راه حل رو هم بدونیم. توی ویدیوی هفته آینده بهتون یاد میدم که چجوری موبیلیتی سرشونتون رو چک کنید که بدونید آیا دامنه حرکتی کافی رو توی سرشونتون دارید یا نه. همینطور بالانس عضلانی و استابیلیتیتون هم چک میکنیم که بتونیم اول مشکل رو ریشه یابی کنیم و بعد با توجه به نیازتون تمرینایی که بهتون میگم رو انجام بدید که بتونید با یه سرشونه قوی تر به تمرینای خودتون برگردید. پس ویدیوی بعدی رو اصلا از دست ندید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و کامنت بذارید. اگه سوالی یا موضوع خاصی مد نظرتون هست که دوست دارید در موردش براتون ویدیو درست کنم، حتما توی کامنت ها بهم بگید، شاید بتونم کمکتون کنم. موفق باشید.